با درود خدمت همه بینندگان گرامی، امیدوارم هر جا که هستی شاد و آزاد و سربلند باشید. ببخشید برنامه دیر شد طبق معمول، ما چون متاسفانه یکی از طرفینمون نماینده جمهوری اسلامی است، تا نظم و تا به قولی سیستم و رفتار اصولی و چه میدونم اینا رو بخوایم درست بکنیم هیهاتی است و متاسفانه این اتفاق کم رخ میدهد و جناب خزعلی همچنان با باش به قولی درگیر هستیم تا برسیم به یک نقطه‌ای که حضور پیدا بکنند. همچنان دچار اشکال و ایراد هستند. در صورت تا جناب خزعلی احیانا به ما اضافه بشوند، ما در خدمت امیر فخرآور گرامی هستیم. درود بر شما جناب فخرآور گرامی. درود یاسر عزیز و سپاس. در صورت خب آقای خزعلی هم مشکل داره دیگه اونجا، با توجه به این که دیگه سرعت اینترنت رو آوردن پایین که مردم انقلاب نکنن باهاش، دیگه خودشون هم دچار مشکل شدن و نمیتونن به راحتی از امکاناتی که در دنیای آزاد وجود داره استفاده بکنن. امیدوارم مشکلشون حل بشه، ولی خب من چون میدونستم دچار اشکال هستن گفتم ولی نیم ساعت 20 قبل اگر به قولی قدری نظم و اصول باشه تشریف بیارید، که اگر مشکلی هست من براتون رفع میکنم، که متاسفانه همچنان مشکل دارن رو حل نمیشه جانم. این دفعه من خداییش به موقع اومدم. بله قطعا شما که بله بسیار بسیار ممنون. شما نزدیک 20 دقیقه هست منتظر هستیم جانم. میام کم پیش میاد من خودم هم به موقع باشم. خواهش میکنم زنده باشین. من فقط تا قلق به احیانا اگر آقای خزعلی رسیدن، که فبا آقای نرسیدن، در خصوص اتفاقات پیرامون و بحث کرمان خدمت صحبت خواهیم کرد. من سلام علیکم، درود بر شما. قطع شده بود، من فقط خودم بودم تو صفحه. الان روی ایر هستی؟ نه خیلی، نه ما منتظر شما بودیم، پشت سرتونم در واقع صحبت کردم، نمیدونم شنیدین یا نه. گفتم چون طرف ما جمهوری اسلامی است سخت میشود نظم رو برقرار کرد، حالا خودتون هستید دفاع بکنید اگر ایرادی هست. درود بر شما جناب خزعلی. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تسلیت شهادت این عزیزانی که در کرمان در حادثه تروریستی به شهادت رسیدند، در خدمتتون هستم. خدمت از ما جناب امیر فخرآور گرامی، شما رو بشنویم. درود بهتون، درود میفرستم به همه قهرمانان راه آزادی که سال گذشته و در تمام در آبان 98، در دی 96، در 18 تیر سال 78، در جنبش سبز، در تمام این 45 سال گذشته در نبرد با دژخیمان ملایان حاکم بر ایران و مزدوران سپاهی و بسیجیشون جان خودشون رو در راه میهن دادن این عزیزان. و درود به همه پارتیزان های عزیز، به ویژه پارتیزان هایی که در کرمان سر قبر قاسم قتل عامی از مجموعه از مزدوران جمهوری اسلامی به پا کردن. کسانی کشته شدن در کرمان چند روز گذشته که سال گذشته اسلحه به دست در خیابان بچه های مردم رو میکشتن، و الان فکر میکنم پارتیزان ها یکی از بهترین هدف ها رو انتخاب کردن که تا سالها درباره این حادثه صحبت خواهیم کرد و هیمنه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی رو شکستن این بچه های پارتیزان کرمان، که کشوری که الان توی حکومت نظامیه، وزیر کشور سردار ملاقه سپاه وحیدی، نمیدونم تمام استانداران کشور همه سرداران ملاقه سپاه هستن، تمام نمایندگان مجلس خامنه‌ای همه سرداران ملاقه سپاه هستن. توی همچین کشور حکومت نظامی بچه های پارتیزان یه همچین برنامه قشنگی رو پیاده بکنن، واقعا دست مریزاد پارتیزان ها. درود بهتون. کسی در دنیا پوشیده نیست، یعنی شما میفرمایید داعش پارتیزان های شما هستن؟ خب یه لحظه تا قبل از اینکه شروع بکنیم برنامه رو، قرار بود در مورد قانون اساسی صحبت بکنیم، ولی خب موضوع مهمتر بحث اتفاقی است که در کرمان افتاده است و اون دو انفجاری که اتفاق افتاده. اگر من میخوام از جناب خزعلی بپرسم و جناب فخرآور، اگر چون فرصت کمی هم داریم به واسطه متاسفانه دیر رسیدن جناب خزعلی، اگر موافق باشید به این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم و در این مورد صحبت بکنیم. والا آقای خزعلی خودش سر شوخی رو باز کرد، با کرمان شروع کرد، گفت نمیدونم تروریست‌ها زدن یه دست مردم رو کشتن. من می‌خواستم بهشون نشون بدم که اونا مردم نبودن که کشته شدن، خب مزدورای ولایت بودن. در همین خصوص کشتنشون، نه تروریست‌ها. واسه همین خصوص صحبت می‌کنیم. نظراتتون رو جناب امیر فخرآور در 4 دقیقه
نظراتتون رو در خصوص این اتفاق بگید، سپس جناب خزری. البته آقا من یه نکته بگم یاسر جان، شما وقتی میری روی صفحه که یه چیز دیگه ای رو نشون بدی صدات قطع میشه. دفعه قبلا مثل که این مشکل وجود داشته، این رو سویچ وقتی میکنین فکر میکنم این مسئله پیش میاد. الان حلش میکنم. کتاب من نشون میدادی صدای خودت کامل رفته بود. حالا این رو الان آقای خزری داشت میگفت، نمیدونم شنیدید یا نه، آقای خزری میگفت که این عملیات کرمان توسط داعش انجام شده و میگفت پارتیزان های ما داعشی هستن. بعد و من قرار بود اینو جواب بدم، درست آقای خزری؟ صداتون بسته است جناب خزری. نه من عرض کردم که داعش مسئولیت این اقدام تروریستی رو پذیرفته و حالا شما میفرمایید پارتیزان. اگر داعش با شماست یا شما با داعشید، خب بفرمایید پیوندتون مبارک. دو تا نکته اینجا وجود داره. اولا اینکه 4 دقیقه تمام میفرمایید. مگه نمیگفتن قاسم سلیمانی داعش رو نابود کرده و عوضش امنیت داریم؟ حالا چطوریه که سر قبر قاسم توی چهارمین جشن کتلت مزگان داعش میاد میزنه طرفدارای قاسم رو میکشه؟ داعشو که خود قاسم کشت که، چی بود پس داستان؟ ببین رژیم باید تکلیف خودش رو روشن کنه. اول اومد گفت کپسول گاز منفجر شده، یه بیانیه از طرف کپسول‌های گاز اومد گفتن که ما انجام دادیم عملیات کرمان رو. بعد اومدن اعلام کردن که نمیدونم سطل آشغال منفجر شده، از طرف تمام سطل آشغال یک بیانیه اومد گفتن ما بودیم. 30 ساعت بعد یه دفعه اومدن گفتن داعش بوده. و جالب اینه که تمام رسانه‌های همسو در بیرون کشور، مزدوران زیادی به گفته علی فلاحیان رژیم فرستاده خارج از کشور در نقش جاسوسان وزارت اطلاعات، که اینها نمیدونم به این میکروفون اصلا من احتیاج دارم یا نه، اگر یاسر به من بگه، ولی آره مزدوران زیادی رو علی فلاحیان گفت فرستادن به خارج از کشور به عنوان جاسوس خبرنگار، جاسوسانی برای وزارت اطلاعات. و اینها توی بی بی سی و توی صدای آمریکا و رادیو فردا و ماشاءالله دیگه همه جا، حالا من و تو تینا تی وی که بسته شد رفت به کارش، البته آخر ماه بسته میشه، و مراد اینترنشنال و مجموعه این رسانه ها دست جمعی با هم دیگه هم همسو با رویترز و نمیدونم رسانه های همسو، فقط ایرانی نیستن خارجی هم هستن، که نفوذ از طرف خبرنگاران وابسته به رژیم ملاها درشون صورت گرفته، همه با هم شروع کردن هی داعش کردن. ولی جالبه که خود داعش اومد گفت او چتونه، اون بازماندگان داعش که اتفاقا خامنه ای اونا رو دعوت کرد اومدن توی خیابون پاسداران زندگی میکنن. آقای خزلی اگه تشریف بردید خیابون پاسداران، اون در خونه ها رو بزنید، هر سه تا در رو که بزنید یکیش دوتاش پاسداره یکیش داعشه، بعد چهارمی هم القاعده است. یعنی اینا اومدن اونجا دارن زندگی میکنن، اینا تازه بقایای داعش که پرزیدنت ترامپ داعش رو نابود کرد سال 2017 و بقیهشون که در رفتن داعشی ها اومدن ایران، اومدن تهران، رفتن خیابون پاسداران. و پس داعش ماعشی در کار نبود. من شما رو میخوام ارجاع بدم به نمیدونم اینجا، من الان روی اینستاگرامم دارم نشون میدم ولی نمیدونم میتونه یاسر هم نشون بده یا نه، شاید اگه لینک رو برای یاسر بفرستم یاسر بتونه نشون بده. یه لحظه بذارید، مال خبرگزاری تسنیم، که خبرگزاری تسنیم یک مطلبی رو منتشر کرد دیروز که برای منم خیلی جالب بود، که عنوان کرد که آقا الکی نگید داعش بود. و ببینم این الان اینجا آقای قفل نکرده باشه باز بشه، نمیم کجا میتونم برای چیز بفرستم این رو، کجا میتونم تلگرام بفرست من میذارمش. الان دارم سعی میکنم تلگرام رو، یه قفلی کرده تلگرام صفحه من، چون الان اپلیکیشن های مختلفی با هم باز هستن، یکم آزارمون داد. سب کنید، توی بیانیه نوشته که بیانیه داعش، تیتر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هست، که میگه این چی بود باز شد، که میگه بیانیه داعش تحت هدایت صهیونیست ها صادر شد. اجازه بدید با هم ببینیم، و اصلا به کل رد میکنه، میگه به هیچ عنوان این بیانیه از طرف داعش نیست و دروغه. یاسر الان فکر میکنم دریافتش بکنی توی تلگرام پخش بکنی، فکر میکنم امیدوارم صدامون قطع نشه وقتی اینو پخش میکنی البته، و من توی اینستاگرام هم دارم اینجا به بچه‌ها نشون میدم، میخونم براتون های خزعلی. این بیانیه سپاه در خبرگزاری تسنیم میگه که حمله تروریستی به مراسم سالگرد شهید سلیمانی در کرمان توسط رژیم صهیونیستی طراحی و با استفاده از عوامل تکفیری اجرا شد. بعد میاد در ادامه توضیح میده دم خروس این ماجرا
آنجا بیرون زد که بیانیه داعش در پذیرش جنایت گلزار شهدای کرمان با بیانیه های دیگر این گروه تکفیری تفاوت های اساسی داشت که به برخی از این تفاوت ها اشاره میکنیم. سپاه داره میگه اینو، این بیانیه سپاهه، میگه ابتدا اینکه هیچگاه سابقه نداشته است داعش در بیانیه هایش از عبارت ایران استفاده کند، بلکه این گروه تکفیری همواره ایران را بلاد فارس یا ولایت خراسان میخوان. دوم اینکه سابقه نداشته تصویر عامل تروریست عملیات که اتفاقا در حیل عملیات کشته شده به صورت محو شده منتشر شود. نکته سوم اینکه هیچگاه بیانیه پذیرش مسئولیت عملیات های داعش با تأخیر 30 ساعته منتشر نمی شود، بلکه داعش قبل از هر عملیات حتی تصاویر بیعت و بیانیه پذیرش مسئولیت را آماده و بلافاصله بعد از اجرای عملیات منتشر می کند. اساسا روش داعش برای اجرای عملیات ابتدا تهدید، سپس فتوا و بعد اجرای عملیات و بلافاصله انتشار بیانیه پذیرش مسئولیت عملیات است، در حالی که در این عملیات ابتدا اقدام تروریستی انجام شد، عملیات کرمان، و بعد از آن فتوا و تهدید و بیانیه با تأخیر منتشر گردید. نکته چهارم ادبیات سیاسی این بیانیه است که با ادبیات همیشگی داعش تفاوت اساسی دارد و مشخص می‌کند نویسنده بیانیه به هیچ وجه داعش نبوده است. پس آقای خزعلی گرامی، اینجوری که مشخصه خبری از داعش و این صحبت ها نیست، رژیم، خود رژیم میدونه و که این مردم ایران هستن، مردم از این رژیم نفرت دارن. آقای خزعلی، امروز ما به جایی رسیدیم ایران دو قطبه، یک قطبه 99% مردم ایران هستن که از این حکومت نفرت دارن و با این حکومت دارن می جنگن، برخی بسیار شجاعتر هستن و پارتیزان میشن، دست به اسلحه میبرن و دست به کوکتل مولوتوف میبرن و مزدوران رژیم رو میکشن، اتفاقی که در کرمان رخ داده، و این 99% مردم هست، کمتر از 1% حامیان حکومت هستن که این دوتا از هم جدا هن. اون 1% مردم ایران نیستن، اونا اشغالگران ایران هن که کنار خامنه ای و سپاه ایستادن و از همون جنس هم در کرمان کشته شدن، به درک واصل شدن، نوش جونشون تو جهنم قاسم رو ببینن. بسیار بسیار ممنون جناب خزعلی، پاسخ شما رو بشنویم. خب 9:54 فکر میکنم یه 7 دقیقه احتمالا در خدمت تو هست. 6 دقیقه و 6 ثانیه بفرمایید. بله 7 دقیقه 8 دقیقه 1 دقیقه من صرف من. خواهش میکنم. ببینید من میخوام بگم که از عملیات جمع و 4 عمل اصلی شروع کنیم که آیه فخرآور میفرمایند که هر 3 تا دری رو توی پاسداران بزنید، 2 تاش پاسداره، یکیش داعشه، 4 هم القاعده. خب حالا همین کفایت میکنه، بقیه صحبت ها همینطور بسنجیم که 3 تا در بزنیم 4 تا در باز میشه و با این غذایی که فرمودن، با این ادبیات حالت به افراد مختلف. ببینید قرآن میفرماید که لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوان بغیر علم، به بت‌های اونها ناسزا نگید. اونها کی بودن؟ مشرکین بودن که در جنگ بودن با پیامبر، اما پیامبر در این آیه میگه شما فحش ندید، ناسزا نگید. اینکه ما بشینیم در یک گفتگویی که میخوام یک مبحثی رو باز کنیم، به هر کسی یه نسبتی بدیم، یک لقبی بدیم، به یکی کتلت بگیم، به یکی نمیدونم ملاقه بگیم، به یک، اینا زیبا نیست و زیبنده یک گفتگوی فرهنگی، علمی، سیاسی هیچ کدومش در این ادبیات نمی گنجه. اما اینکه حالا شما اومدید گفتین بیانیه سپاه، خب همینجا مطلب دوم، سپاه بیانیه نداره. اینکه شما در یک خبرگزاری یک مطلبی تحلیلی کسی میکنه میگید سپاه بیانیه داده، این هم خطاست. شما باید ارزش امضاها رو بشناسید. فردا شاید همین حرف رو بیان بزنید بگین که مثلا مهدی خزعلی بیانیه داده. چرا؟ مثلا تو سرای قلم که همه هستن، یه عزیزی که مخالف من هم هست میتونه تحلیل کنه، بعد شما بگین این بیانیه مهدی خزعلیه. نه، یا جبهه آزادی بیانیه تکلیفش مشخصه، سخن من سخن خودمه، سخن جبهه آزادی سخن جبهه آزادی، سخن سرای قلم سخن سرای قلمه، هر کدوم در جایگاه خودش باید دیده بشه. اما شادی که 2 عملیات انتحاری 2 نفر اومدن در بین مردم، این یعنی عین خشونت و جنایت، و شما شادید که مردم، زن و بچه مردم در اونجا تیکه پاره شدن.
و خوشحالید، شادید که جمعیتی اومدن در مزار شهدا، شهدایی که از تمامیت ارضی ما 8 سال دفاع کردند و قاسم سلیمانی این سرباز وطن یکی از اونها بود. یکی مثل همت، مثل باکری، مثل خرازی، مثل موحد، مثل بروجردی، او از جنس کسانی بود که خط مقدم در مقابل تجاوز صدام می جنگید و بعد هم بله در دولت داعش، حالا نگیم دولت اسلامی چون این اسلام اسلام نیست، اسلام اونها، دولت اسلامی عراق و شامی که درست کردن، به همت سردار وطن، این سرباز وطن و البته با فتوای آقای سیستانی در عراق تمام شد. این دولت کارش تموم شد. نه اینکه همه این تکفیری ها ریشه کن شدن، نه خیر، داعش حکومتی درست کرده بود که وسعتش بیش از سوریه بود، بخشی از عراق و بخشی از سوریه در حکومت او بود، داشت به بسیاری از این کشورهایی که منافقا نفت صادر میکرد، داشت نفت عراق رو صادر میکرد. این تمام شد. اما اینکه آیا این تفکر پلید جنایتکار کلن ریشکن شده، هیچ کی نیست، دخیر هست. اتفاقا ما گلایه‌ای که از حکومت داریم این است که اگر اختلاس میشه مال مردم رو میبرند و ما مدعی هستیم، ولی الان جان مردم به خطر افتاده و شما مسئولید. روزی که از افغانستان، خب یه جمعیتی بله پناهنده هستن، خطر بیم جان بوده و باید با آغوش باز این عزیزان افغانستانی رو ما پذیرا باشیم، اما اون راهپیمایی‌های میلیونی که جمعیت میامد وارد مرز میشد، مطمئن باشید نه تنها تحلیل، خبر هست که اینها وارد ایران شدن، اینجا تشکیلات درست کردن برای اینکه اون سیستمی که میخواهد حماس رو بزند، حزب الله رو بزند، انصار الله رو بزند، هشت شعبی رو بزند، به عنوان بازوهای ایران و بعد بیاد سراغ رأس این قدرت هلال شیعی که ما بهش میگیم محور مقاومت. اون میخواهد همزمان با این بلوایی که در فلسطین درست میکنه، در لبنان درست میکنه، در سوریه و یمن، میخواد در درون ایران اختشاش درست کنه، نابسامانی درست کنه، هرج و مرج درست کنه که ایران نتواند در اونجا ورود کند. مرزهای ما رو یک طرف رو طالبان قرار میده، فتنه آذربایجان رو درست میکنه و مسئله غربمون میخواد بیاد به سمت عراق و ایران، میخواد در داخلم ناامنی درست کنه. بله ما در کشورها امنیت خوبی داشتیم در تمام این مدتی که ببینید چه جمعیتی در عراق بعد از سقوط صدام و ورود آمریکا، بعد از اون چقدر کشته شدن، مردم میرفتن بیرون یه بمب منفجر میشد تو بغداد، تو شهرهای دیگه، این همه ناامنی در عراق بود، اما به حمدالله ما در ایران این رو نداشتیم. حالا هر کسی امنیت مردم رو به خطر بندازه و بعد شادی کنه در کشته شدن زن و بچه مردم، ببین این ترورهای کور قطعا هیچ کسی نمیتونه این رو در واقع تایید کنه. مردم رفتن به مزار شهدا، دو نفر انتحاری، بیش از 300 نفر شهید و مجروح، بعد شادی کنیم که اینها کشته شدن، بعد اهانت کنیم، اینا پسندیده نیست. بایستی حتما اونهایی که اومدن، داعشی که در این مرزهای باز اومده و متاسفانه رسیدگی نشده، بایستی ما کد فراگیر رو برای همه پناهندگان، برای همه اتباع خارجی داشته باشیم، بدونیم از کجا اومده، خط و ربط رو پیدا کنیم، به هر کسی پناهندگی ندیم و تا وقتی مشخص نشده اینا باید در اردوگاه باشن، نه اینکه در شهر پراکنده بشن، یک روز برن به حرم امام رضا سه تا روحانی رو بزنن، یک روز به مرقد امام، یک روز به مجلس، دو بار به حرم شاه چراغ، یک بار در اهواز به رگبار بندن رشته رو. اینها ناامنی هایی که 7 بار تکرار شده و من فکر میکنم که اگر عرضه ندارید امنیت مردم رو حفظ کنید، استعفا بدید آقای وزیر کشور، مسئولین امنیتی، اگر عرضه ندارید استعفا بدید، خواستار محاکمه مسئولین این سهل انگاری هستید. بسیار بسیار ممنون از شما جناب. قبل از اینکه جناب فخرآور توضیحاتی بدن،
آره خب مسلما در رأس امور هم آقای خامنه‌ای اگر ایشون هم به کنار بروند بسیار جای بسی خوشحالی است و امنیت ایجاد می شود. اما یکی از خانم هایی که توی کشته شدگان بوده توی دستگیری مهسا امینی دخیل بوده. خب عرضم به حضور انورتون یکی از کسانی که خانواده‌اش اونجا کشته شدن بر سر مزارشون فریاد میزنه میگه چه سعادتی که بر سر مزار قاسم سلیمانی این بستگان من از یعنی کشته شدن از بین رفتند. خب یعنی کسانی که اونجا حضور داشتند میشه گفت 99%، حالا به 1% بگیم یارو اومده سر قبر خواهر مادر خودش، پدر مادر، حالا پدر بزرگ خودش، اون داره فاکتور میگیریم، یا کودکان و زن و بچه‌ها. اما 99% کسانی که بر سر مزار قاسم سلیمانی آمدند منویات، رفتار و کردار قاسم سلیمانی رو تایید میکردند، یعنی همه جنایت. خوشحالی اگر نکنیم که نمی کنیم، اما علیه السلام نبودند که براشون هم به گریوزاری بکنیم. چون همین آدم از سر مزار قاسم بیاد بیرون میره کیان پیرفلک با تیر میزنه، میره مهسا امینی رو با سرش میزنه به آسیب مغزی ایجاد میکنه، میره به نیکا شاکرمی تجاوز میکنه و میکشدش. آقای فلاح اون کودک 8 ساله‌ای که کشته شده این اصلا گناهی داره؟ بسیار متاسفیم، قطعاً بسیار متاسفیم. کسی هم تایید نمی‌کنه اون بنده خدایش گناهی نداره. اون بنده خدا قربانی بیشعوری پدر مادرشه. جناب فخرآور گرامی 5 دقیقه بفرمایید. اون برای تجلیل سربازی که وقتی کسانی رضای پهلوی در اونجا همکاری میکرد با صدام، در مقابل صدام ایستاده یه وجب خاک نداده. بله، بعد برمیگشت جوانای مملکت با تیر میزده، به دوستاش میگفته بریزید بچهای مردم که تو خیابونا احیانا غم نان دارن، غم کار دارن، غم آزادی دارن رو بکشید، فارغ از این که کیست. امیر فخرآور گرامی بفرمایید 5 دقیقه. صداتون بسته است جناب فخرآور. چند مورد رو آقای خزعلی فرمودن، من باید یکی یکی جواب بدم بهشون. با قرآن شروع کردن، یه آیه ای از قرآن خوندن. ما با قرآن خیلی مسئله داریم و قرآن رو ما ایرانی ها سوزوندیم. حالا اون 1% حامی خامنه‌ای هنوز نگه داشتن، بذارید رو سرتون حلوا حلوا کنید. بعد اون قرآن رو ما ایرانی ها مسلمان نیستیم، آقا ما مسلمان نیستیم، قرآن شما رو هم قبول نداریم، اسلامتون هم قبول نداریم. اسلام و قرآن برای ایران ما هیچ سود و فایده ای نداشته در 1400 سال گذشته و به قول مانتسکیو ایران ما رو نابود کرده. در کتاب روح القوانین نوشته مانتسکیو این رو، و ولی عربستان رو آباد کرده. قرآن و اسلام برای عربستان عالی بوده، ببرن برای همونجا نگه دارین، براش قرآن بخونین و اینا. همون قرآنی که دارید میگید، طبق همون قرآن محمد مگر دستور قتل عام یهود بنی قریظه رو نداد؟ مگر خمینی نمیگفت افتخار میکنه به اینکه علی امام اول شما شیعیان اومد در یک روز 800 نفر از یهود بنی قریظه رو گردن زد؟ این 800 نفر چی جوری بود؟ یهود بنی قریظه یک توی یک مثل شهرکای امروز، توی شهرک زندگی میکردن، توی چند تا شهرک بود، توی شهر یثرب، شهر بسیار آبادی هم بود. این شهر محمد رو که فرار کرده بود از مکه، اهالی این شهر که اکثرشون هم یهودی بودن، اینا محمد رو با آغوش باز پذیرفتن، گفتن بیا آقا مهمان ما باش. اومد گفتن شطورت هر جا هم رفت نشست اونجا برات مسجد میسازیم، خونه میسازیم. بعد محمد یواش یواش یکم که اونجا پاش صف شد، تصمیم گرفت دونه دونه این شهرک نشینان یهودی رو قتل عام بکنه. ماجرای قتل عامه، خب با بعضی هاشون رفت تو جنگ. بنی قریظه با محمد به جنگ نرفتن، ولی محمد اومد یه روز خوابیده بود، از جنگ برگشته بود با بقیه قبایل یهود، اونا رو قتل عام تو جنگ کرده بودن، اومد هنوز زرهش خونالود بود، شمشیرش خونالود بود، خوابیده بود. اینا قصه های خودت شما مسلمانان و آخوندها و اینهاست. محمد خواب دید که جبرئیل اومده به خوابش گفته برو این شهرک یهودی هایی که اینجا هست، شهرک بنی قریظه، برو اونا رو هم قتل عام کن. محمد راه افتاد، علی رو صدا کرد، اون یکی رو صدا کرد، همه این تروریست های اون زمان رو صدا کرد، مجاهدین و انصار رو، گفت بریم با هم دیگه اینا رو قتل عام کنیم. رفتن اون جلو گفتن بیایید تسلیم بشید، اونا اومدن تسلیم شدن. بعد محمد گفت همه مردانشون رو ردیف کنید. گفتن مرد رو چجوری تعریف کنیم؟ گفت هر پسری که مو بر آلت تناسلیش، بالای آلت تناسلیش ثبت شده، یعنی پسر 10 ساله، از اینجا به بعد به بالا، از 10 سال به بالا پسران رو گردن بزنید. زنان و دختران رو به زنجیر کشیدن و جلوی چشم محمد علی انگار خیار داشت قاچ میکرد، یک نفس 800 نفر رو به قول خمینی داشت در یک روز گردن میزد. پسر بچه 10 ساله جلوی پدرش، بعد پدرش
جلوی همسرش، جلوی دخترش، همه اینها رو گردن زدن مردان قبیله رو. بعد رفتن سراغ زنان و دختران. محمد زنان و دختران قبیله رو تقسیم کرد بین یاران خودش به عنوان کنیز، به عنوان برده جنسی. و بعد رفتن سراغ خانه هاشون. خونه های خیلی زیبایی هم داشتن، زمین های زیبایی هم داشتن. تمام اموال، خانه ها و زمین هاشون همه رو مصادره کرد محمد. یعنی اگر حرف از قتل عام کودکان و زنان میخوام بزنم، و این کارها همه رو به نام خدا، به نام جبرئیل و به نام قرآن محمد انجام داد. آقا ما از این جنس مسلمونی نیستیم بابا، مال خودتون. حالا ما رو پس سراغ قرآن مرآن دیگه نبرین، چون واسهتون خیلی خرابه اونجا. اما میگید خبرگزاری تسنیم بیانیه سپاه نیست. آقای خزری، خبرگزاری تسنیم مال کجاست؟ خبرگزاری تسنیم خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران. وقتی که خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران میاد و بیانیه ای رو میزنه تیتر یک خودشون بالا که میگه دروغ نگید کار داعش نیست، من میدونم چرا سپاه اینو زده. سپاه داره اینو میزنه تو دهن رئیسی، میگه ببین برای مردم داری مردم رو خر میکنی، ما رو خر نکن. برای این که ما جونمون در خطره، سپاهی ها میگه ما سپاهی ها جونمون در خطره، داری الکی میندازی گردن داعش. ما ها که میدونیم داعش نبود، چرا امنیتمون رو اونجا برقرار نکردین؟ چرا حواستون نبود که پارتیزان ها نیان بزنن ما رو لتو پار کنن؟ سپاه از این بابت ناراحته و داره میگه دروغ نگید به دولت رئیسی، میگه کار سپاه نبود، کار داعش نبود. پیدا کنید کی بود و کی بود. شما میفرمایید عملیات انتحاری بود، میفرمایید عملیات انتحاری بود. عملیات انتحاری نبود. کسانی که اومدن این بمب های زیبای پارتیزانی رو گذاشتن زنده هستن، دارن راه میرن، بستنی میخورن و هیچ مشکلی هم ندارن و رژیم نتونسته پیداشون کنه. وقتی که به این آقای وحیدی سردار ملاقه سپاه وزیر کشورتون میگن که آقا کو، پس جنازه این انتحاری کو، میگه انقدر تکه پاره شده نمیتونیم جمعش کنیم. بابا جان، بدن انسان یه جوریه که هر چقدر تکه پاره بشه بالاخره یه جایشو میتونی جمع کنی بیاری. جمجمه خیلی سخت متلاشی میشه و شما نمیتونی بگی انقدر طرف تیکه پاره شده نتونستی، چون وجود نداره، چون باید. عملیات اصلا انتحاری نبوده از اساس. سپاس از شما جناب. برای همین پارتیزان اتفاق خیلی خوب. یه نکته ای هم بگم، ببخشید، بفهم. میگن که اینا رفتن، قاسم سلیمانی رفته با صدام داشته میجنگیده. قاسم سلیمانی و سپاه جهت اطلاعات خزری هیچ وقت با صدام نجنگیدن. اون کسانی که با صدام میجنگیدن مردم ایران بودن. پدر من بود، ارتش بود، نیروی هوایی ارتش بود، نیروی زمینی ارتش بود. این ما داشتیم میجنگیدیم. پدر من تمام 8 سال جنگ رو در آماده باش کامل بود، عمل ماموریت های مختلف رو به جنگ رفت. ما خونمون چند بار بمباران شد، هی میرفتیم توی خانه های سازمانی کوچولو زندگی میکردیم، تو خونه هامون توی تبریز بمباران میشد، نمیدونم توی جای مختلف. ما این چیزها رو دیدیم. هیچ وقت سپاه و قاسم سلیمانی این چیزها رو ندیدن. میدونی قاسم سلیمانی اون موقع کجا بود؟ در زمان جنگ ایران و عراق قاسم سلیمانی مشغول کشتن مردم ایران بود. اول همه رفت به کردستان، مردم کردستان رو کشت، گفتن ناراضی حکومت. بعد سپاه مشغول کشتن مردم ایران در سراسر کشور بود، هی میگفت اینا ناراضیان حکومتن. یعنی به بهانه جنگ، در 8 سال جنگ، سپاه و کمیته های انقلاب اسلامی که همشون از یه جنسن، یک نفس فقط مردم رو به بهانه اینکه اینا ناراضی هستن داشتن میکشتن. اینا با صدام نمیجنگیدن، با صدام ما داشتیم میجنگیدیم. بسیار بسیار ممنون. این چیزا رو به نام خودتون لطفا نزنید. و نکته آخر، فرمودید افغانی هایی که بودن، رژیم اعلام کرد گفت 30 نفر است. جالبه، این تنها عملیاتیه که رژیم تعداد کشتاش به جای اینکه بالا بره پایین میاد. اعلام کردن 120 تا، بعد گفتن نه 103 تا، بعد گفتن نه 90 تا، بعد الان دارن میگن 81. برای اینکه وضعیت امنیتی رژیم خرابه، هی دارن تعداد کشته‌ها رو میارن پایین. ولی از این حدود 90 نفری که دارن میگن، رژیم تو خبرگزاریاش داره میگه کشته شدن، میگه 30 نفرشون افغانی بودن. یعنی شما اگه ریاضیات فرمودید، به ریاضیات نگاه بکنید، 30 نفر از 90 نفر میشه 1/3 جمعیتی که اونجا بودن افغانی بودن. آیا اینها همون تروریست های فاطمیون طالبانی نیستن که قاسم سلیمانی اینا رو آورده بود توی ایران برای کشتار بچه های ایران ازشون استفاده میکرد؟ سپاس از شما جناب فخرآور. تمام جمعیتی که سر قبر قاسم رفتن افغانی های فاطمیون هن، تروریست خارجی هن. بسیار بسیار ممنون. در چه کشته شدن؟ زنده باشید. بسیار ممنون. 8 دقیقه جناب غزالی بفهم. خب عرض کنم خدمتتون که
اولا باز تفکیک کنید، بیانیه سپاه نبود، بله رسانه ایست که فارس هم همینطوره، تسلیم هم همینطوره، رسانه جوان هم همینه، اینها میتونه پشتش سرمایه گذاری سپاه باشه که هست، اما بیانیه رسمی سپاه نیست. اینها یک رسانه هستن، خیلی چیزهای دیگه هم می نویسن، یعنی روزی 100 تا خبر میاد تو اونجا، لابد همه این 100 تا خبر و تحلیل و مقاله رو شما میخوام بگید بیانیه رسمی سپاه. یه موقعی هم ممکنه حرف شما رو پخش کنه تو که زده هم، یه موقعی شما گاف های بزرگی میدید، تسلیم میزنه، فارس میزنه، همه اینا ببینید الان توی شبکه های خبری وابسته به سپاه بیش از این که از داخل بزنه، از من و تو و ایران اینترنشنال و اینا داره پخش میکنه. تلویزیون جمهوری اسلامی هر شب بشینید 23 داره تصویر شما و شهرام همایون و اینا رو پخش میکنه، در واقع اون مطالبی که به هر حال امشب شما صحبتی کردیم فکر میکنم به دردشون میخوره، که یعنی تمام بچه های بسیج همه اینها رو مدبنده ای که توی اکثر، حالا نگم ولی بسیاری از عملیات های شب عملیاتی بودم و رفتم 3 بار مجروح شدم، شما میگی ما نبودیم و شما بودید، خیلی جالبه، و خرازی نبوده، حاج احمد متوسطیان نبوده، همت نبوده، باکری نبوده، برادران باکری اینا نبودن، شما بودید. این خیلی حرف عجیبیست. بله سپاه و ارتش در کنار هم ایستادن مردان، وقتی پرواز هواپیماها بالای سر ما از خط مقدم عبور میکرد ما انرژی میگرفتیم، میدیدیم نیروی هوایی ما چقدر در ارتفاع پایین، واقعا خیلی پایین، که وقتی حرکت میکرد ما میخوابیدیم که این باد هواپیما ما رو نزنه زمین، از پایین میامد خاکی زرد میکرد و میرفت مغازه دشمن رو میزد. ارتش بسیار مردانه در کنار سپاه و بسیج در کنار هم ایستادن. اما این که شما میگید من فکر میکنم زیبا نیست، همه این شهدا رو فراموش کنیم، 230,000 شهید در جنگ تحمیلی داشتیم که اکثر قریب به اتفاقشون بچه های بسیج و سپاه بودن و این کم لطفیست. البته علت داره، برای اینکه وقتی ارتش 20 میلیونی حرکت میکنه، بسیج حرکت میکنه، جمعیت بیشتریست، طبیعتاً شهدای بسیج و سپاه بیشتر از ارتش، به علت نوع جنگی بود که ما البته گله داریم، یه مقداری ما با نیروی انسانی جنگیدیم، علمی نبوده. وقتی امسال آقای محسن رضایی عملیات کربلای 4 رو با 6,000 شهید میگه عملیات فریب، اینها گله های ماست از سوء مدیریت و اینکه اونایی که باید دکترای جنگ داشتند و بعضی از عمرای ارتشی که 3 تا دکترای جنگ داشتند توسط بالاخره توطئه‌هایی که شد کنار گذاشته شدند و بعد یه جوان 20 ساله 23 ساله شد. اما این که میگید این تسلیم، این مقاله، این تحلیل خطاب به رئیسیه، خب اینم واقعا فکر میکنم هر کسی مخاطب باشه میگه چه توهم بزرگ. او مشخص مخاطبش، خطاب به رژیم صهیونیستی است که میخواد بگه مسئولیت با اوست. همه ما هم میدونیم در وضعیتی که هر روز تهدید میشه امنیت ما و رژیم صهیونیستی میاد در کنار تهران آبسرد دماوند شهید فخری زاده رو میزنه، میاد در ترقوزآباد جنوب شهر تهران اسناد فوق سری رو از اینجا میدوزه میبره برای نتانیاهو، این نفوذ هست. وقتی دانشمندان هسته‌ای رو در اینجا ترور میکنن، پس این نفوذ اونها هست و اعتراف هم کردن، یعنی نتانیاهو میاد جلوی بیلبورد، جلوی وایت بورد وامیسه، جلوی اون تخته وامیسه، میگه بیاد بسپارید این نام رو، داره نشون میده، میگه فخری زاده رو بیاد بسپارید و بعد میزننش. اینا رسما دارن ترور میکنن و اعتراف میکنن. وقتی آیه سردار سلیمانی در بغداد ترور میشه، ترامپ عملیات رو رسما هدایت میکنه، یعنی تروریست دولتی. همه اینها هست، اینها رو انکار نکنیم و به جنگ مردم نریم. حالا تعداد افغانی که در اونجا بودن طبیعیست، قاسم سلیمانی مورد علاقه همه مردم آزادی خواه کشورهای اطراف بوده، لشکر فاطمیون، زینبیون، از افغانستان، از پاکستان، از لبنان، از یمن، از همه اینجاها رفتن به جنگ داعش و اونها رو کی فرماندهی کرد؟ قاسم سلیمانی.
میکروفون بندی. ببخشید یه لحظه، بعد از طرف من این صدا. تروریستی که دنیا محکوم کرد، یه کسی مثل سرباز وطن قاسم سلیمانی جلوش ایستاد، بعد هم آقای سیستانی از عراق و اینها، بله اون تشکیلات نابود شد اما هستن و در ایران هم هستن. اما برسیم به اون اصای ادبی که به اسلام کردید، این خلاف فرهنگی. کوروش کبیر همه ادیان رو تکریم کرد، همه معابد رو معمور کرد. اینکه شما به دیدی که دومین جمعیت رو در جهان داره اهانت میکنید، این شایسته نیست و ضد فرهنگه. اگر به مسیح هم اهانت میکردید به عنوان دینی که اولین پیرو داره در جهان، همین برخورد با شما میکردم. و اگر به زرتشت یا یهود یا هر دین دیگه‌ای، به بودیزم اگر شما حمله میکردید، میگفتم این خلاف فرهنگ، این درست نیست. اگر ما بودایی در تهران داشتیم، بایستی همه حقوق عبادت و مسائلشو براشون فراهم میکنیم. اینا رو بذاریم کنار. اما یهود بنی قریظه، اولا که جنگ با یهودی ها نبود، با مشرکین بود، برای حمله به مدینه برنامه داشتن و اینها رفتن توطئه کردن که ما یکی از سرحدادی که از مرزها دست اونها بود، توطئه کردن که ما را باز میکنیم، شما بیان از پشت دور بزنید و مسلمین رو ریشکن کنید، همه رو قدام کنید. در اون تشکیلات اون شب پیامبر، ضد جاسوسی پیامبر حضور داشت. اونها رو گفتن این یهود بنی قریظه اومدن دارن فریبتون میدن، اینا هم پیمان مسلمی شدن، میخوان شما رو بکشونن اونجا قدامتون کنن. این توطئه و نقشه یهود بنی قریظه شکست خورد، جنگ به نفع اسلام تمام شد. حالا اومدن اینها رو محاصره کردن، شما خیانت کردید. در خیانت جنگی تمام دنیا میدونن عملیات چگونه است، محاکمه صحرایی است و نظامی است، برخورد هم تعارف نداره. یعنی وقتی که کشتی روس رو اژدر آلمانی زده، فرمانده روس نمیگه اول به سمت آلمان شلیک کنین، خب ملوانو ریختن دریا دارن شنا میکنن فرار کنن، میگه اول اونایی که فرار کردن ملوان روس رو بزن بعد به سمت آلمان شلیک کن. اگر کسی در جنگ خیانت کنه نابخشودنیه، چون به قیمت جان مردم تموم میشه. اینا رو گرفتن، با این تو پیامبر گفت قاضی حکم با خودتون، شما انتخاب کنید کی حکم کنه بین ما و شما، شما خیانت کردین می‌خواستی همین ما رو بکشید. گفتن سعد بن معاذ، کسی که هم پیمانشون بود قبل از این که پیامبر به یثرب و مدینه بیاید. سعد گفت پیمان ما این بود، اگر کسی چنین خیانتی کرد همه مردانشون گردن زده شدن و بقیه اسیر شدن. پیامبر عمل نکرد. پیامبر عمل نکرد. بقیه چی بشن؟ اون بقیه رو یواشکی گفتین. مردان گردن زده بشن، بقیه زنان دختران چی بشن؟ بقیه اسیر. یعنی مردان جنسی جنسی برن. 15 ثانیه مونده تمام میشه بس. گردن زده میشن، اعدام میشن و بقیه اسیر میشن. اما پیامبر عمل نکرد. همون تعداد جاسوسی که جاسوس کردن مجازات شدن، بقیه گفتن ما دیگه با هم نمیتونیم توی شهر مرزمون. اینا رفتن خودشون نفی بلد شدن. اون قصه ای که میگوین ما روم شرقیه 700 تا و اونی که میگن از آخر جمله هم اجازه بفرمایید، اونی که میگن آیه شما که ماشاءالله پارتیزان زیاد دارید، ببین یکی از این پارتیزاناتون میتونه صبح تا شب 800 تا آدم سر ببره. خود زمان رو بگیر، یه نفر رو بیارن بخوان سر ببرن، نفری 5 دقیقه هم طول بکشه، ببین چقدر میشه زمان. آخه علی رج میزده، میذاشته اینجوری با ذوالفقار میزده. اینو قبول دارین؟ اینو شنیدین در این مورد؟ من نگفتم. خمینی گفته علی در یک روز 800 نفر از یهود بنی قریظه رو گردن زد. ویدیوشه که دیگه آقای خمینی مطلع نبودن. اجازه ببینید این روایتی که هست ضعیفه، از اسرائیلیات یک نفر فقط نقل کرده. امام همونجا که میگه، میگه آنگونه که نقل شده است الا ما نقل، یعنی ضعیفه ضعیفه ضعیفه، اما نقل اینجوری چیزی نمیگه ها. بهار الانوار 120,000 روایت، کعب الاحبارها و ابو هریره های یهودی آمدن روایت برای ما جعل کردن. بله، پس خمینی روایت جعلی خوانده است در بقولی جلوی مردم و در واقع روایت جعلی ضعیف 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 رو سورس قرار میده برای گردن زدن انقلابیون.
او نیامده بود در اونجا این روایت رو بخواد تصحیح سند کنه، روایتی بوده ایشون گفتن، بعدم تذکر دادن که نه این رو ببینید در اون شما بهتر میدونید دیگه، شما در اون سخنرانی این رو سند قرار میداد برای اینکه خائنین رو آقا از دم تیغ بگذرانید. خب حالا جناب فخرآور بخش پایانی است، وقت چندانی نداریم، 3 دقیقه شما، 3 دقیقه سپس جناب خزلی بفرمایید. جنبندی در 3 دقیقه. صداتون بسته است متاسفانه. الان صدای من هست؟ بله. بله، اتفاقا نکته‌ای که آقای خزعلی دارن میگن نکته جالبی، من الان سخنرانی خمینی رو می‌خواستم پخش کنم، چه این رفت روی این رو برات میفرستم آقای یاسر عزیز. من یه نکته دیگرم فرستادم، همه دیدن، نیاز نیست بفرستم. این توضیحاتی که میدید خمینی نداده، این یه چیز دیگه ای بوده. ایشون روایت ضعیفی رو بیان کرده که قطعا از اسرائیلیات یه نفر هم بیشتر نمیدونه. روایت ضعیف معیف هم نگفته، به عنوان پایه یک مبحثی که میگفت بیایید بر اساس شما... این همین کاری که علی کرده ما هم بیاییم بریم مخالفینمون رو قتل عام کنیم. آقای فخرآور در حوزه وقتی قاله میگن یعنی جدیست این بحث، قیله میگن یعنی ضعیفه، قلام و نقل یعنی خیلی ضعیف. ببین در این 45 سال گذشته دیگه اون قاله قیله رو به ما نگفتن، فقط گفتن که مردم رو بروید بکشید. آره. چون خمینی گفت بکشید. بعد حالا شما میفرمایید، اتفاقا سوال من از شما همین بود، خمینی میگه 800 نفر رو علی گردن زد، شما 800 تا خیار بیار بذار تو آشپزخونت، امروز برو این کارو بکن، بعد از مناظرم یه کارد بردار شروع کنی خیارا رو گردن بزن. حالا نمیخواد اصلا بری، میگی خیلی عادلانه هم دادگاه براشون برگزار میشد، 800 تا رو دادگاه هم نمیخواد برای خیارا برگزار کنی. خیارا رو بگی جلوی چشمت بگو ای خیار خیانتکار، تو میخواستی بروی از اون پشت بیای دشمنان و کفار را بیاوری در شهر یثرب که شهر خودت است و میخواستی و ما محمد مهمان شما بودیم در این شهر، میخواستی به ما خیانت کنی و ما تو را به مرگ محکوم میکنیم به حکم خدا. بعد این خیار رو بذار قوپ گردنشو بزن، بعد بیار بعدی رو بذار. اینجوری که من تصورمه غیر ممکنه هیچ کس میتونست قضاوت بکنه 800 نفر رو در یک روز بده دست علی. علی اون روز کارش شده بود همینجوری هی یکی یکی گردن بزنه، بعد شمشیر ذوالفقار میداد دست پنج تن آل عبا، هم اونجا نشسته بودن با عبا داشتن هی چیز میکردن، خون شمشیر علی رو پاک میکردن میدادن دوباره دستش، دوباره میزد یکی هم داشت پاک میکرد عرقشو، دوباره بزن گردن. آقا این چه اسلامیه؟ بابا نمیخوایم اینو، مال خودتون، مال خودتون این همه جنایت و این همه خونریزی. بعد میفرمایید که این افغانی هایی که کشته شدن که یک سوم شرکت کنندگان در مراسم قاسم، وقتی ما میگفتیم خامنه ای 5 میلیون افغانی رو یه دفعه وارد کشور کرده برای اینکه صندوقای انتخاباتو پر کنه، تون تون هم داره بهشون شناسنامه هی میده که اینا شهروند ایران بشن، خامنه ای دید مردم ایران دیگه مسلمون نیستن، گفت بریم آقا از این چلغوز ملغوزای مسلمان افغانستان و نمیدونم پاکستان و از فلسطین و اینا برداریم بیاریم ایران رو با مسلمانان تندرو پر کنیم. برای همینه که میبینی سر قبر قاسم پر میشه افغانی، یک سوم افغانی هن. بعد شما میگی قاسم کار خوبی کرد، اومد این افغانی‌ها رو گذاشت، نمیدونم یاسر میتونه نشون بده یا نه، یه لینک فرستادم براش از سخنرانی غضنفر آبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی در 15 اسفند سال 97، یک سال قبل از آبان 98، که این آقای غضنفر آبادی در بله همینه که برمیگه نگهدار روی تایتل نگهدار ببین چی میگه، میگه اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، به مردم داره میگه، هشت و شعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوتی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد. درست 6-7 ماه بعد از این می‌بینیم که همین هایی که داره میگه این آقای غضنفر آبادی الان نماینده مجلس خامنه‌ای هست، فکر میکنم رئیس یا نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هست. این آدم اون موقع رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران بود که این حرفو داشت می‌زد، چند ماه قبل از آبان 98 داره به ما میگه که ما به زودی تروریست های حوتی یمن رو، تروریست های فاطمیون افغان رو، تروریست های زینبیون پاکستان رو، تروریست های هشت و شبی عراق رو، تروریست های حزب الله لبنان رو، تروریست های حماس رو، تروریست های جهاد اسلامی رو، این تروریست ها رو که قاسم ساخته با پول نفت مردم ایران، این تروریست ها رو میاریم توی اعتراضات، مردم شما رو با این تروریست ها میکشیم. آقای خزعلی، این تروریست ها که اومدن مردم رو کشتن در کنار تروریستای دیگه ای که برای مراسم قاسم خامنه ای می‌خواست یک قدرت نمایی بکنه، چون اسرائیل داره حماس رو
پاکسازی میکنه توی غزه، خامنه‌ای میخواست قدرت نمایی بکنه، به پایگاه‌های بسیج و سپاه گفت، تمام نیروهای خریت خامنه‌ای بود، گفت نیروهای خودتون رو بردارید، همه رو جمع کنید، با اتوبوس ببرید کرمان سر قبر قاسم که ما یک قدرت نمایی بکنیم. تمام کسانی که در مراسم قاسم شرکت کردند، تمامشون بدون استثنا، همشون یا پرسنل حراست، پرسنل حفاظت اطلاعات، پایگاه‌های بسیج، پایگاه‌های سپاه، نیروی انتظامی سرکوبگر، تماما نیروهای اطلاعاتی و سرکوبگر رژیم از سراسر کشور بودن. خامنه‌ای اینا رو قشنگ قلمبه روبان پیچی کرد، آورد گذاشت سر قبر قاسم. ما هم ببخشید، بچه‌های پارتیزان هم زحمت کشیدن، اینها رو دروازه جهنم رو از قبر قاسم باز کردن، دست جمعی فرستادن تو جهنم. سپاس از شما، بسیار خوشحالی کردن. بسیار بسیار ممنون جناب خزاری. احتمالاً 22 بهمن هم قدرت نمایی میخوان بکنن. بفرمایید بخش پایانی صدیقه. دوست دارم ببینم کی جرأت داره از این به بعد با این اتوبوس‌های مجانی سوار شه بیا تو مراسم‌های حکومتی شرکت کنه، چون از این به بعد صندوق‌های رأی رژیم، صندوق‌های رأی رژیم همین چند هفته آینده و تمام برنامه‌های حکومتی رژیم همش تارگت پارتیزان‌ها خواهد بود. ببینم کی جرأت می‌کنه از حامیان رژیم از این به بعد بره تو این مراسم وایسه. بفرمایید جناب خزاری. حالا شما زیاد عجله نکنید، به پارتیزاناتون بگید صبر کنید، چون که چند هفته آینده نیست، دو ماه دیگه از انتخابات یکم زود نیان، چه معطل میشن، چه 8 هفته میان تو صف زیاد بالا هستن، ما میخوام منفجر بشن، صبر کنید، اینجا خسته میشن، منتظر میشن. عرض کنم خدمتتون که ببینید وقتی مثلا ما میریم در مکه، جمعیتی که با هم میان، مثلا قومی ها یک کار بارن، ترک ها، ترکیه کار، اندونزی ها با هم هم. حالا اگر یه انفجاری در مسیر منا اتفاق میفته یا ازدحامی که انجام شد، یه طایفه خاصی کشته بیشتری میده، ممکنه توی کاروانی که در عبورگاه کاروان ترکیه باشه، نگیم اه تمام حالی ها ترک بودن، نه، انفجار در جای اتفاق افتاده که اینا همراه همه. مثلا در این اسامی که میبینین، بچه کوچیک و مادرش و نمیدونم شوهرش و معلومه یه اسپانی، یه خانواده با هم دارن حرکت میکنن، یه خانواده افغانی 5-6 نفر اومدن با هم میرن. و بدانید همونطور که در عراق، در لبنان، در سوریه، در فلسطین، در افغانستان و پاکستان، در آذربایجان شوروی، در این جاها قاسم سلیمانی عاشق و فدایی داشت، در ایران هم همینطور. اینکه شما میگین همه اینها مزدورند، ببینید من در تشییع جنازه قاسم سلیمانی، علارغم اینکه در اون 1.5 سال اول که هنوز داعش درست نشده بود در سوریه، به خاطر روشش در سوریه او رو به مناظره دعوت کردم، ولی وقتی شهید شد نماز صبح خبر داشتم، بیانیه دادم و در صف دوم در نماز او شرکت کردم. اونجا که شرکت کردم گفتم اومدم که یه عده جنای حاکم همه رو مصادره نکنم، بگم مال ماست. ببخشید حرفتون رو قطع کنم، خیلی ببخشید، بی‌ادبی میکنم واقعا. شما به قاسم سلیمانی کجای روشش در سوریه اعتراض داشتید؟ اینکه کودک کش بود و قتل عام میکرد مردم سوریه رو؟ ببخشید، حالا پس این وقت اضافه رو من بدین تو من جواب پاسخشون هم چشم میگم. ولی میخوام بگم که ما رفتیم برای اینکه اون 20 میلیون تشییع جنازه رو جناح حاکم، حاکم نگیم، حالا من از استاد طلبه هم اومدن، از خیلی که این دوتا رو قبول ندارن، نه اصلاح طلب رو قبول دارن و نه اصولگرا، اینا اومده بودن. اما الان شما در این صحبتتون میخوان همه رو منصوب کنیم به جناح حاکم. نه خیلی، منی که 12 بار جناح حاکم منو زندان برده، کلاه از سرم برمیدارم به احترام این سردار وطن و این سرباز وطن، مردانه ایستاد و انشاءالله از این هاش قاسم ها زیاد داریم و خواهید دید. اگر بنا باشه کسی تجزیه بکنه ایران رو، اگر بنا باشه کسی پرچم کشور دیگری رو به دستش بگیره، پرچمش رو گره بزنه با پرچم رژیم اشتراکی با تجزیه طلب، پرچم برای لرستان ما درست کنن، برای خوزستان ما درست کنن، بدون اینکه جلوی تجزیه طلب، ما شاه نیستیم که بحرین رو بدیم بگیم دختر خود رو عروسش کردیم، نه، ما دنبال اقتدار ایرانی هستیم که ایوان مدائن پایتختش بوده، ایرانی که هخامنشی ها بودند و پایه‌گذاریش کردند. همین دو هفته پیش سه تا جزیره رو روسیه بهتون نگفت بدین به امارات؟
حالا قطع نفرمایید تا اونم برسیم. و الان میدونین که همه دنیا خواست یک نفر هم پیمان ایران رو برداره، در سوریه نتونست. البته جنگ جدیدی خواهیم داشت، جنگ سنگینی خواهیم داشت، و مردم بدونید همین مزدوران اجنبی در داخل امنیت رو به هم میزنن، اما ایران پیروز است و قدرت خاورمیانه به رهبریشون شکل میگیره و انشالله آستانه ظهور حضرت هستیم. و بدانید این زمان چند دلش های خزلی الان؟ بسیار ممنون. حالا زمان دارم با اما اون سوالی که شما کردید چی بود؟ خودم میدونم امام زمان چند سالشه، اسبش چند سالشه، مثلا اینا چه جوری الان چه شکلی هم مثلا خیلی در مورد چهارم زمان زندگی میکنن. 55 هجری قمری تا الان محاسبه کنید، اسبش هم همینجوریه؟ یعنی اسبش هم مثل خودش همینجوری در بعد خارج از زمان یا نه اسبی ندارن؟ و به هر حال میاد با بهترین و مجهزترین تشکیلات تجهیزات تسلا، با تسلا میاد، یعنی با آلودگی هم ایجاد نکنه. بتمن میاد، نه با تسلا فکر کنم میاد که آلودگی هم ایجاد نکنن. بسیار ممنون جناب خزلی. اقتداری که جناب آمریکا درست کرد. خزلی شام چی داشتین پریشب 13 دی؟ شما شام چی داشتین؟ بسیار ممنون از بسیار ممنون از شما، بسیار ممنون از جناب خزلی. درصد مردم ایران کتلت خوردن سه شب پیش از خوشحالی جشن کتلت مزدان. بسیار ممنون از برای شما. شما در اختیار نیستید که قاسم سلیمانی رو کتلت کرد. جایگاه بلند قاسم سلیمانی بسیار ممنون. بسیار ممنون از جناب خزلی گرامی، بسیار ممنون از امیر فخرآور. وقت نداریم، من صدام هم میخوای درباره چی صحبت کنیم؟ درباره کودتای 57 صحبت کنیم که 26 دی میشه؟ وقت نداریم متاسفانه. حالا در هفته‌های آینده راهنمایی می‌کنیم. من پیشنهاد می‌کنم به انشاءالله به مهدی موعود که حضور داشتن کتاب روح قانون اساسی را بخونن، برای اداره امورات لازم می‌شود. من صدام بسته بود، اینو فقط بگم در آخر برنامه. کتاب جدید امیر فخرآور، The Spirit of the Constitution of Law، روح قانون اساسی. این لینکش من توی دیسکریپشن می‌ذارم، لینک خریدش رو و معرفی کتاب برای خود دوستان مراجعه بکنن، توضیحات کامل داره. من نخوندمش ولی بسیار شنیدم کتاب مناسبی است، چون توی بحث‌های آکادمیک و دانشگاهی گویا به اونجا داره ارائه میشه و این یعنی که ثبت شده است توسط به قولی بحث ادویکیشن دپارتمان دولت آمریکا. جان آکادمی متوجه نشدم. متوجه نشدم جناب. بحث آکادمیک بکنیم. شما سر شوخی رو باز کردی بردی تو کرمان. ما قرار بود درباره قانون اساسی صحبت کنیم، نشستی گفتی بچهای ما تروریستن و اونایی که کشته شما خودت سر شوخی. سپاس از هر دو عزیز جناب فخرآور گرامی. حالا ان شاء الله ان شاء الله بله گفتن که آقای فلاح فهمیدن راجع به این حادثه هم صحبت کنیم. ما عرض تسلیت گفتیم به مردم داغدار. زنده باش. بسیار ممنون. عزیزان که شهید مگم متاسفانه در ابتدای برنامه به دلیل اون تأخیر نشد که به موضوعات کامل بپردازیم در هفته های آینده. سپاس از امیر فخرآور، سپاس از دکتر مهدی خزلی. شاد و آزاد و سربلند باشید. بسیار ممنون از همه بینندگان گرامی که برنامه رو دنبال کردن. تشکر از شهرام هاموین که این وقت رو در اختیار ما قرار میدن و همه عزیزان سپاس از همگی. بدرود.